من از شما میخوام که صدای منو به همه برسونید. ما ایرانی ها درد داریم. که شما هنوز از رو نمیدید و اصرار دارید به حرفای باطل خودت. درود به شبکه یک کلمه. درود به انسانیت شما. و تلویزیون ملی ما تلویزیون کلمه است، نه تلویزیون خودمون. با سلام خدمت شبکه الله پرست و یگانه پرست کلمه از افغانستان با تماس شدیم. امرایتان مخاطب مامی برادران اهل تشیع یا بگم مامی هموطنان اهل تشیع ما که در افغانستان هستن، باید به حضورشان برسانم که در ایران بدبخترین مردم شما هستین و از 20 کیلومتری به نام افغان شما را گرفته و اذیت آزار میکنن. من واقعا میشرمم که شما را هموطن خود میگم، چون که شما به خلفای راشدین اهانت میکنین و طرفداری از رافضین ایران میکنین، در حالی که خودتان در اوجا مورد تمسخر و مورد توهین حکومت ایران هستین. بازم تشکر از شبکه یک تا پرستتان. روز و شب خوش. فقط این آقای رئیسی داره شعار میده، هیچ عمل مثبتی انجام نداده. بیاد یه دادگاه های دوره این تهران هومه رو یه بازرسی کنه ببینه چه خبره، چه فسادایی در حال انجامه. فقط یه تریبون دستشه، ال کردن بل کردن، با همشون دارن زد و بم میکنن، هیچ کار مثبتی نکرده. این مردم عوامو گیر آوردن. فقط روزای رأی جمع کردنی میان یه وعدهای الکی میدن، این مردم هم دلشون خوش با این که دیگه مردم هیچ اعتقادی بهشون ندارن. از دینگوریز شدن این مردم دیگه، به دین هم از دینم ما رو زده کردن. خواهش میکنم راجع به این زمینخارا یه برنامه بذارید، از لباسون گرفته تا شهر قدس و شهریار و هومه تهران. خواهش میکنم بیاید ببینید قلعه‌سن خان چه خبره. زمین مردم رو میگیرن، یه مقدارش رو میدن به همین آقایون دادستانی و نمیدونم اینا. همین دادستانی شده منبع فساد، منبع جرم، خودشون از همه مجرمترن. بعد دایه چی سر دادن که ما حق شما رو، واقعا بیدادگاهه، اسمش بیدادگاهه، دادگاه نیست. این مردم دیگه واقعا کم آوردن. خواهش میکنم یه برنامه بذارید راجع به زمین خاری. زمین های مردم رو همه رو تصاحب کردن، بعد یه عده اشرار، یه عده اشرار خدا شاهده. بلی، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احمدی هستم از افغانستان. ما تشکری میکنم از تلویزیون کلمه و از برنامه های بسیار زیبایشان که اینها شب و روز زحمت میکشن و این خائنینی که در رأس حکومت ایران قرار دارن، ناخوندهای خائنی را بدیده در جهان رسوا میسازن و اینها را حکم کفرشان و مرتد بودنشان ثابت میسازن. خداوند تعالی شما همه کسانی که در این برنامه های اسلامی محسوسا کلمه و برنامه های توحید شب و روز زحمت می کشند، اینا کار می کنند و این رافضی ها را افشا می کنند در جهان به حفظ و امان خود داشته باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از ولایت هرات هستم، اسامه. مستون برد برسانم که اگر اهل سنت ایران به افغانستان هم بیایم، به هرات هم بیایم، مثل مولانا سفیزاده که پارسال به ماه مبارک رمضان از بین برد، دولت دین ستیز ایران مثل خدا مغفرت کنه مولای موسای کرمپوله که به 19 سال پیش از بین برد، این به منجوگا هم اگر بیام، به منجوگا هم اینا چیزی ندارم، بیچارا حال ندارم، به منجوگا هم اینو کار خومه کنم. این دین ستیزان خداوند این دولت آخوندی از اینا نیست نابود کنه، که واقعا ما رو زور میده به خاطر از این که ما چی گناه کردیم اهل سنت که به منجوگا نمیگذارن که ما نه نماز بخونیم، نه
کسب و کار خوب داشته باشیم. نمار میتونن که مثلا به ارگانهای دولتی ما بتونیم دست پیدا کنیم. این چی رقمه؟ این چی وضعه؟ این چی روزگاره دیگه؟ خدایا من از شما میخوام که صدای منو به همه برسونیم. ما ایرانی ها درد داریم که شما هنوز از رو نمیدید و اصرار دارید به حرفای باطل خودت. درود به شبکه یک کلمه، درود به انسانیت شما. و تلویزیون ملی ما تلویزیون کلمه است، نه تلویزیون خودمون.